بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا درس امروز خدا آغاز میکنیم. اهداف جلسه گذشته ما شما ایجاد کردن دیتابیس و همچنان طرز فعال ساختن، حذف کردن دیتابیس، قوانینی که ما در قسمت نامگذاری جدول و همچنان دیتابیس داشتیم بس نمودیم و بعد از او هم بخش دوم کیوری هایی که به خاطر ایجاد کردن جدول و همچنان وضع کردن محدودیت ها در ستون های جدول استفاده می شد در جلسه گذشته ما شما بحث کردیم. در این قسمت ما رسیدیم به بخش تغییر آوردن در جدول. چطور می توانیم که جدول که از قبل ایجاد نمودیم تغییرات در او رونما بسازیم؟ تغییرات که در جدول می توانیم بیاریم با استفاده از دستور Alter Table است. دستور Alter خودش از جمله دستورات DDL یا Data Definition Language است که به خاطر آوردن تغییرات در دیتابیس، جداول و همچنان آبجکت های دیگر در دیتابیس استفاده می شود. اولین تغییری که می خواهیم در جدول کار کنیم اضافه کردن ستون در جدول است. به خاطر اضافه کردن ستون در جدول باز هم دستور Alter، بعدا کلمه کلیدی تیبل و نام تیبل که می خواهیم در تغییرات وارد کنیم دریجه ذکر می کنیم و بعدا کلمه کلیدی Add. به دو طریق می تانیم کم کلمه کلیدی کالم ذکر کنیم، بعدا در داخل قوس نام ستون را که می خواهیم اضافه شوه و همچنان دفینیشنش که دارای کدام دیتا تایپ دارای کدام محدودیت باشه ذکر کنیم. و یا به طریق دوم می تانیم که Alter Table نام تیبل و بعدا کلمه کلیدی Add مستقیم نام کالم را که می خواهیم Add شوه با دیتا تایپش ذکر کنیم. قسمی که در مثال می‌بینید دریجه Alter Table Students یک جدول داریم به نام Students، Add Column یک ستون را می‌خوایم در روی اضافه کنیم به نام Name. دیتا تایپش از 9 بر 4 باشه، سایزش 32 باشه و کانسترنت یا محدودیتی که برش داده شده عبارت از محدودیت Not Null هست. طریق دومی که می‌خوایم در یک قسمت معین یک ستون اضافه کنیم ما میتونیم از کلمات کلیدی After و First هم اضافه کنیم. طور مثال Alter Table Student Add Last Name ور 4 32، دیتا تایپش از 9 ور 4 باشه، سایزش 32 باشه، After First Name به این معنی که Last Name بعد از ستون First Name در موقعیت مشخصه که ما میخواییم در اوج اضافه شد. طور مثال Alter Table Students Add Last Name از 9 ور 4 باشه، After First Name به این معنی که بعد از جدول بعد از First Name در جدول ستون Last Name اضافه شده. و همچنان میتونیم از کلمه کلیدی First اضافه کنیم. بعض اوقات نیاز میشه که ما در یک جدول یک ستون اضافه میکنیم در اول میخواییم اضافه کنیم SID باشه یا Student ID باشه، هر ستونی که باشه. باز در اون صورت بعد از کلمه کلیدی بعد از دستور Alter و کلمه کلیدی Table نام ستون ذکر میشه، Add نام ستونی که میخواییم اضافه شه و در اخیر کلمه کلیدی First اضافه میشه. حال میخواییم که امیر عملا بریم ببینیم کار کنیم در محیط MySQL. خب از MySQL شل یا محیط دستوری MySQL استفاده میکنیم. به خاطر داخل شدن بر محیط MySQL ما میتونیم که /SQL در اینجا میبینیم که بر ما میگه switching to SQL mode و بعدا ما میخواییم که با سرور MySQL connection یا ارتباط برقرار کنیم. پس دستورشان شنو میکنیم connect user root at localhost. در این قسمت از پیش ما در صورت که در وقت انستالیشن ما به یوزر روت پسورد داده باشیم پسورد میخواد، در صورت که پسورد نداشته باشیم انتر میکنیم و در اینجا ما از طریق لوکال هاست داخل محیط MySQL شدیم. در قدم اول دستور که میخواییم دیتابیس های موجود ببینیم شو دیتابیسز. خب این دستورات هست که این دیتابیس هایی هست که ما از قبل در اینجا داشتیم و ما میخواییم که یکی از دیتابیس ها را استفاده کنیم یا میتونیم که جدید یک دیتابیس ایجاد کنیم. خب طور مثال ما میخواییم از دیتابیس AIT استفاده کنیم. پس به خاطر فعال ساختن این دیتابیس نشانه میکنیم Use AIT و بعدا انتر میکنیم. خب دیفالت اسکیما هم سویچ شد و ما تانستیم که دیتابیس رک به نام AIT از فعال بسازیم. به خاطر که ببینیم که کدام جداول از قبل موجود است پس از دستور شو تیبلز که در اینجا ما دو جدول یا تیبلز داریم به نام استودنتس 1 و همچنان به نام استودنتس 2. به خاطر که ساختار استودنتس 1 ببینیم این دستورات است که ما قبلا هم ایره کار کردیم. پس از دستور دسک یا دسکرایب
استفاده میکنیم، برش میگیم که desk students. خب اینجا students فقط دو فیلد داره به نام SID و همچنان SNAME. کار که ما میخواییم بکنیم این است که در این جدول که از قبل ساخته شده ما یک کالم دیگر را هم اضافه کنیم به نام last name. دستور ما هست alter کلمه کلیدی تیبل، بعد نام ستون، نام جدول students، کلمه کلیدی add. میتونیم در این قسمت از کلمه کلیدی کالم استفاده کنیم و به داخل قوس ما اینجا میتونیم برش بگیم که نام ستون را که میخواییم اضافه شده چی هست. فرض کنیم که نام ستون را که میخواییم اضافه شده به نام last name هست. last name دیتا تایپش از 9/4، سایزش هم باشه 20 و ما میتونیم که ایره constraint not null یا بدون constraint هم اضافه کنیم. خب قسمی که میبینیم در قدم alter table student add column last name varchar 20 query OK و حال بخاطر که دوباره ببینیم که امی ستون last name اضافه شده باز هم برش میگیم که desk students. در اینجا میبینیم که یکی از ستون ها به نام last name در اینجا اضافه شد. حالا ما میخواییم که یک ستون به نام national ID یا NID بعد از SID اضافه کنم. پس برش باز هم دستور ما هست alter کلمه کلیدی تیبل، نام تیبل students، alter تیبل students، باز هم کلمه کلیدی add. میتونیم نام کالم مستقیم بدیم یا میتونیم که اول کلمه کلیدی کالم بدیم بعدا در داخل قوس نام کالم بدیم یا میتونیم که مستقیم برش بدیم. مثلا میخواییم NID از نو init after کلمه کلیدی after و بعد از او هم نام ستونه که بعد از او میخواییم بیاید SID. خب کیوری اوکی شد به خاطر که ببینیم که آیا NID بعد از SID اضافه شده یا خیر. باز هم برش میگیم که desk students و حال میبینیم که اینجا یک ستون از نو integer بعد از SID در این قسمت اضافه شده. خب موضوعات بعد از اضافه کردن ستون تغییر دادن نام جدول. به خاطر که ما نام جدول را تغییر بدیم باز هم کلمه دستور alter استفاده میکنیم. alter کلمه کلیدی تیبل باید ذکر شود. نام تیبل rename to new name، نام که فعلا داره او تبدیل شود به نام جدید. طور مثال alter تیبل teachers rename to instructors. ما نام تیبل به نام teachers داشتیم و او را میخواییم به نام instructors تغییر بدیم. پس به خاطر این تغییرات و به خاطر کار کردن این دستور باز هم به محیط داخل میشیم و در اینجا ما میخواییم که نام جدول را که به نام students است به نام std تغییرش بدیم. دستور alter table، نام تیبل ما فعلا هست students. دستور که میخواییم به خاطر rename to نام جدیدش هم میخواییم به نام std تغییر نام کنم. alter table students rename to std. خب query OK و برش نشته میکنیم که desk std. حالا میبینیم که نام جدول ما students به std یا مخفف students تبدیل شد. چطور میتونیم که در یک جدول یک ستون که از قبل وارد شده یا از قبل موجود است دوره پرایمری کی بسازیم؟ پس به خاطر از این کار باز هم alter table نام table را ذکر میکنیم، کلمه کلیدی add و بعدا پرایمری کی نام ستون را که میخواییم به حیث پرایمری کی درد شده یا به حیث پرایمری کی یا کلید اولیه در جدول باشه او را ذکر میکنیم. خب کلید اولیه چی هست؟ کلید اولیه قبلا هم ذکر کردیم عبارت از ستون هست که هیچ وقت خالی بوده نمیتونه و نمیتونه دیتای تکراری را قبول کنه. طور مثال alter table students add primary key student id. ما میخواییم که SID یا student id را به شکل primary key تغییر بدیم. پس به خاطر ای کار باز هم به محیط MySQL داخل میشیم. alter table std کلمه کلیدی add primary key
ستون را که میخوایم به حیث پرایمریکی باشه SID NID چون هر دوی از این ستونایی هست که میتونه به حیث پرایمریکی کاندید شه و SID هم ID هر شاگرد منحصر به خودش است تکراری نیست و همچنان NID یا نشنال ID یا شماره تذکریش هم منحصر به خودش است پس ما میتونیم که هر کدام از این را به حیث پرایمریکی انتخاب کنیم ما SID را به خاطر که طولش کمتر است یا ID شاگردا دو عدد بیشتر یا معمولا سه عدد بیشتر نمیباشه SID را به حیث پرایمریکی انتخاب میکنیم خب کیوری اوکی شد و ما دانستیم که ستون SID را به حیث پرایمریکی ذکر کنیم به خاطر که ببینیم که آیا واقعا به حیث پرایمریکی تعیین شد باز هم برش میگیم دسک استیدی حالا میبینیم که SID اینجا یک اتریبیوت یا یک خاصیت در پیشروی کی برش اضافه شد که PRI که عبارت یا مخفف پرایمری کی هست تغییر دادن نوع دیتا در ستون جدول بعض اوقات نیاز میشه که یک ستون که از قبل ما به یک دیتا تایپ 4x4 یا انت یا هر دیتا تایپ دیگه تعیین کردیم بعدا میخواییم که دیتا تایپش را تغییر بدیم یا سایزش را میخواییم اضافه تر بسازیم پس در صورت میتونیم که alter table بعدا نام تیبل و از کلمه کلیدی modify کالم و نام کالمه که میخواییم دیتا تایپش تغییر کنم ذکر میکنیم و بعدا دیتا تایپ جدید برش میتیم طور مثال alter table students modify column first name 432 not null یک constraint است محدودیت است که first name نمیتونه خالی یا null باشه خب به خاطر تغییر دادن دیتا تایپ باز هم به محیط MySQL داخل میشیم حالا میبینیم که در اینجا ما last name داریم از 9x4 20 دیره میخواییم که 4x15 بسازیم پس باز هم دستور که استفاده میکنیم alter کلمه کلیدی تیبل نام تیبل هست std alter تیبل std modify خب بعد از اینکه کلمه کلیدی modify ذکر کردیم در این قسمت modify کلمه کلیدی کالم را ذکر میکنیم و بعدا نام کالم را که میخواییم دیتا تایپ از رو تغییر بدیم طور مثال کالم را که میخواییم دیتا تایپش تغییر بدیم last name هست و دیتا تایپ جدیدی که میخواییم برش تعیین شه و از 9x4 و سایزش هم 20 خب کیوری اوکی شد فعلا میبینیم که last name ور 4x20 بود قبلا حالا وقتی که دوباره دسکرایب میکنیم میبینیم که فعلا دیتا تایپش از ور 4x20 تغییر خورده به 4x20 موضوع بعدی حذف کردن ستون جدول است به خاطر حذف کردن ستون جدول باز هم از دستور alter و بعدا نام تیبل و drop کلمه یا دستور drop و بعدا نام کالمی که میخواییم او حذف شوه یا هم drop شوه قسمی که در مثال میبینین alter table students drop last name ما میخواییم ستون را که به نام last name هست او را drop کنیم یا از بین ببریم پس به خاطر که این ستون در ایجه از بین بره باز هم دستورش alter کلمه کلیدی table نام table هست std میخواییم drop شوه کدام کالم میخواییم drop شوه last name زمانی که انتر میکنیم کیوری اوکی شد به خاطر که جدول دوباره چک کنیم که آیا واقعا last name drop شده یا نخیر باز هم disk std و زمانی که دوباره describe میکنیم میبینیم که 3 ستون باقی مانده و در اینجا last name که قبلا موجود بود فعلا drop شده این بود موضوعات ای درس ما در جلسه بعدی بخیر تغییرات که در جدول دستوراتش باقی مانده انشاءالله کار میکنه